ناپل اون بوناپارت برزند یکی از خانواده های اشرافی خورد بود که در جزیره کرس فرانسه به دنیا آمد و این آغاز زندگی یکی از استراتژیست های بزرگ نظامی در تاریخ جهانه امروز میخواییم زندگی این پادشاه فرانسه رو با هم بررسی کنیم با من در ادامه ویدیو همراه باشید و ممنون میشم اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و لایک و کامنتاتون هم باعث انرژیه ناپل اون در سال 1769 در جزیره کورس فرانسه به دنیا آمد. اون رو با عنوان ناپل اون دی بوناپارت و به عنوان یک کاتولیک غسل تمعید دادند. سالها بعد و در جریان ازدواج ناپل اون در سال 1796 خود اون نامش رو به ناپل اون بناپارت تغییر میده بین سالهای 1768 تا 1769 جزیره کورس توسط فرانسه فتح شد و قبل از اون این جزیره یک منطقه یک کمابیش مستقل بود و جمهوری جنوا به طور نامحدود اون رو کنترل میکرد مادر ناپل اون یعنی ماریا و پدرش کارلو هر دو طرفدار حکومت فرانسه بودند و اعضای خانواده توسط دولت فرانسه به عنوان نجیب زاده فرانسوی شناخته می شدن. و همین هم باعث شد که ناپل اون بتونه به عنوان اشراف زاده در یک مدرسه نظامی شرکت کنه و از آموزش های لازم برخوردار بشه این موضوع بعدها مسیر اون رو به عنوان افسر توپخونه هموار می کنه. بناپارت در مدرسه نظامی در فرانسه از سال 1779 تا سال 1784 تحصیل کرد اما این دوره پنج ساله نتونست با او کمک کنه تا به زبان فرانسه مسلط بشه برخلاف پیش بینی ها با برکنار شدن خاندان پادشاهی از رأس سلطنت فرانسه باز هم روی آرامش به خودش نمیبینه و این کشور تا سالهای سال بعد از اون گرفتار فضای سیاسی بسیار متشنجی بوده و به کمک همین اوضا بود که ناپل اون بناپارد توانست قدرت رو به دست میگیره ظهور تدریجی اون به عنوان یک قدرت در سال 1793 آغاز شد و نقطه شروع اون به زمانی برمیگرده که گروهی از فرانسویان وفادار به سلطنت فرانسه با کمک انگلیسی ها شهر تولون رو تصرف کند دولت جمهوری دستور به اعزام ارتش برای بازپسگیری این شهر میکنه و بناپارت به عنوان یکی از رهبران ارشد این عملیات نقشه این نبرد رو تدوین میکنه و میتونه در این عملیات هم موفق بشه در سال 1795 اون تونست با رهبری یک گروه نظامی در پاریس شورش های بزرگی رو خونسا بکنه اما در سال 1796 بناپارت به عنوان فرمانده نیروهای فرانسوی در ایتالیا منصوب میشه و طی یک سال نیروهای اون بخش اعظمی از ایتالیا و بخشی از اتریش رو فتح میکنه در جریان این نبرد بناپارت از راه پیمایی های سریع برای دور زدن و تقسیم نیروهای دشمن استفاده میکنه. نقشه استراتژیک اون به نحوی خوب طراحی شده بود که سبب بشه سربازان اندکش بتونند از نیروهای دشمن پیشی بگیرن سرزمی های فتح شده مجبور شدن پول و قرامت به فرانسه بپردازند و این موضوع تا حد زیادی موجب شهرت و ثروت ناپلئون شد. ناپلئون رابطه خوبی با سربازانش داشت. و اون رو به خاطر شجاعت و تعورش می و با اشاره به اون گای آنها رو برادران در آغوش می خود و به این ترتیب بود که رویه اونها رو بالا نگه می داشت. های نظامی در ایتالیا باعث تقویت شهرت بناپارت در فرانسه شد و جای پای مستحکمی برای اون در جمهوری فرانسه رقم زد و همین امر هم باعث شد تا گام های بعدی اون برای کسب قدرت استوارتر برداشته بشه در سال 1798 بناپارت رهبری گروه نظامی رو بر عهده میگیره و عازم مصر میشه در اون زمان مصر کشوری بود که تحت فرمان روایی امپراتوری عثمانی اداره میشد ناپلئون امیدوار بود که مصر رو به سرعت به تسخیر خودش در بیاره و بخش اعظم خاورمیانه رو تسخیر بکنه ناپلئون پیش از اون که بتونه وارد مصر بشه به مالت میره و از اونجا که مالت در تصرف شوالیهای های سنت جان بود اما اکثر اونها شامل فرانسوی بودند که دوست نداشتند که فرمانده اونها یه آلمانی باشه در حمله ناپل اون به مالت مقاومت چندانی نشون نمیدن و مالت به سادگی به تصرف نیروهای فرانسوی تحت فرماندهی ناپل اون در میاد هدف اصلی ناپل اون از حمله به مصر در حقیقت مقابله با انگلیسیا بود. در اون زمان انگلستان در عرصه سیاست خارجی و تحولاتی که در فرانسه رخ داده بود، طرفدار حکومت سلطنتی بود و به همین خاطر مخالف دولت جمهوری فرانسه هم بوده. ناپل اون که متوجه شده بود نمیتونه با نیروهای دریایی انگلستان در کانال مانش مقابله بکنه، تصمیم میگیره از طریق تصرف مصر و حضور در آسیای میانه به منافع مالی و اقتصادی که انگلستان از هند به دست می آورد آسیب بزنه ناپل اونو ارتش همراهش موفق شدند تا از تعقیب نیروهای انگلیسی فرار کنند و خودشون رو به اسکندریه مصر برسونند ستاره بخت ناپل اون به تازگی طلوع کرده بود اون موفق شد که شمال مصر رو به تصرف خودش در بیاره در نبردی که میان نیروهای فرانسوی و نیروهای حکومت مصر و همچنین امپراتوری عثمانی صورت گرفت نیروهای تحت فرمان روایی ناپل اون پیروز میشن بعدها اما انگلیسی ها در نبرد نیل تونستند نیروهای فرانسوی رو شکست سختی بدن و این هم امکان ارسال تجهیزات و نیرو به ارتش در هم شکست ناپل اون رو دشوار میکنه اگر جنبه نظامی سفر ناپل اون به مصر رو نادیده بگیریم سفر اون به مصر دارای جنبه علمی خوبی هم بوده چون به همراه خودش در حدود 167 تن از متخصصان و دانشمندان حضور داشتند که اطلاعات گسترده ای رو در مورد بناهای باستانی مصر ثبت میکنند و مهمتر از همه در همین سفر بود که سنگ نوشته روستا استون کشف میشه که امکان رمزگشایی اطلاعات زیادی از این سرزمین باستانی رو فراهم میکنه سربازان بناپارت در مصر در حالت سکون و خاموشی و انتظار بودند اما در آن سو اوضاع فرانسه به شدت رو به وخامت گذاشته بود اتریش و روسیه برای پیوستن به انگلیس و امپراتوری عثمانی به جنگ با فرانسه رفته بودند و شورش هایی در فرانسه رخ داد که از سمت مردم وفادار به سلطنت شکل می گرفت و پشتیبانی می شود. این افراد با هدف بازگردانی حکومت سلطنتی سعی می کردن با حکومت جمهوری بجنگند و اون رو سرنگون کنند. در این زمان ناپلئون در مصر حضور داشت و از طریق روزنامه ها و پیغام های مختلف به صورت پراکنده از اوضاع کشورش آگاه می شود. و بدون اینکه دستوری رو از مقامات مافوق خودش دریافت بکنه از غیبت کوتاه مدت کشتیهای انگلیسی استفاده میکنه و در سال 1799 میلادی به فرانسه برمیگرده و به محض رسیدن به فرانسه کودتای نظامی رو رهبری میکنه این کودتا موجب شگیری حکومت کنسولی فرانسه میشه که در اون ناپل اون به عنوان کنسول نخست قدرت رو در دستان خودش میگیره. در سال 1802 میلادی، اوناپارت سابقه نظامی قابل توجهی داشت و کارنامه اون پر از افتخارات قابل توجه بود. اون موفق شده بود شورش های فرانسه رو فرو بشونه. ایتالیا و اتریش رو بادار به صلح با فرانسه کنه و متعاقبت سایر کشورها رو با شکست دادن در میدان نبرد خواسته و ناخواسته به میز مذاکره و صلح با فرانسه کبیر بکشونه نفوذ بوناپارت به عنوان کنسول نخست به طور پیوسته افزایش پیدا میکرد و در سال 1804 بعد از برگزاری همه پرسی رای به امپراتوری بناپارت داده میشه و همه این ماجرهها فقط در یازده سال رخ میده که در طی اون یک افسر توپخانه گمنام خورده تبدیل به امپراتوری کشور میشه و اینها همه مدیون خوششانسی های مستمر و البته نبوغ بیسابقه سابقه نظامی خودش بوده بعد از اون که ناپل اون تونست حکومت کنسولی رو منحل بکنه و به کمک همه پرسی به مقام امپراتوری برسه برای نگه داشتن قدرت از سانسور برای جلوگیری از ابزار هر گونه مخالفت استفاده میکنه اما شاید ناپل اون تنها نبوغ نظامی نداشت و در تبلیغات و پروپاگاندا هم استعدادهای بسیاری داشت اون بیشک در کنار هنر جنگی خودش ترفندهایی رو از هنر سیاست میدونست سخن جالبی از اون گفته شده با این مضمون بهترین راه سلطنت سلطنت بر قلوبه یکی از شگرت های خاص اون برای همراه کردن از و افکار عمومی با خودش و نفوذ در قلب مردم فرانسه این بود که دستور داد تا نقاشی های ازش کشیده بشه و این تصاویر در مجامع و ساختمان های عمومی به طرز برجسته‌ای به نمایش گذاشته شد. به این ترتیب ناپل او میخواست دل مردم را نرم بکنه و در ذهن و قلب ها جایی را برای خودش باز بکنه. ناپل اون با سرنوشت لویی هام آخرین پادشاه فرانسه آشنا بوده و میدونست حکرانی که از همراهی مردم بی بهره باشه و حتی بدتر از اون مورد نفرت اونها واقع بشه سرنوشتی جز نگومبختی و از دست دادن سر خودش نداره به خاطر همین این فرمانده زیرک نظامی بیش از هر چیزی با برجست سازی خدمات یازده ساله خودش به فرانسه به شدت از وجهه عمومیش در نزد افکار عمومی محافظت میکرد معروفه که جرمیان رومانی رو منتشر میکنه که در اون از بناپارت انتقاد شده بود و ناپل اون بعد از فهمیدن ماجرا در سال 1803 اون رو از فرانسه تبعید میکنه. جرمیان در زمان تبعیدش شاجب بوناپارد می نویسه در فرانسه فقط یک نفر وجود داره. یک نفر که می بینه. یک نفر که تنها اونه که به عنوان ملت شناخته میشه. کسی غیر از اون نمیتونه چیزی رو تشخیص بده. اون کسی که پیشدار ما و مرکز و سقل همه چیزه. یکی دیگه از اقدامات قابل توجهی که ناپل اون در دوره امپراتوریش انجام داد این بود که به اصلاح قانونی دست و قوانینی رو تحت عنوان قوانین ناپلئونی پدید آورد این قوانین برخلاف تصور عامه قوانینی دیکتاتور مآبانه نبوده و حتی امروزه از برخی از این قوانین در کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی استفاده میشه در تعیین این قوانین حقوقدانان ماهر و زبدهی مثل ژاکوس تهیه کننده این داستان بودند. قوانین ناپلئونی شامل اعطای آزادی های گسترده در زمینه های مختلف به ویژه زمینه مذهبی بود. اما در این قوانین به حقوق زنان توجه بسیار محدودی شده بود و در عوض قدرت زیادی به شوهران زنان برای اداره و کنترل همسرانشون داده میشد. علاوه بر این در دوران ناپل اون بود که مقررات بازرگانی و همچنین قوانین جنایی به صورت قانون در اومدن و در سال 1808 قوانین جنایی تصریب شدند و در دوره اون به صورت اجرایی در اومدن. بعد از انقلاب فرانسه بردهداری در این کشور منسوخ شده بود. اما در دوران امپراتوری ناپل اون بردهداری مجددا در مستعمرات فرانسه به راه میافته و این اقدام با شورش مردم هایتی همراه میشه که نیروهای فرانسه به دلیل شروع تب زرد در اون زمان نتونستن در کنترل و فرونشاندن اون چندان موفق باشن علا رقم همه دستاوردهایی که بناپارت برای فرانسه به همراه داشت اما نمیشه اوضاع سیاسی خارجی اون رو نادیده گرفت. فرانسه زمان ناپل اون بناپارت با کشورهای زیادی در حال جنگ بود. نیروهای فرانسوی تونسته بودند تحت فرمان روایی ناپلئون شکستهای سنگینی رو به اتریش و پروس وارد کنند. اما نبرد با انگلستان کار ساده ای نبود. انگلستان کشوریه که وسط یک جزیره است و میان لشکریان ناپلئون و خاک انگلستان یک دریا بود که یک فاصله مینداخت. به علاوه اینکه فرانسویا به اندازه انگلیسی ها در نبردهای دریایی مهارت نداشتند و انگلستان آن روزگار قدرت بلا منازه دریاها و اقیانوس ها بود ناپل اون نمیتونست بیخیال خیال بشه و به خاطر همین سعی کرد به هر طریقی به اونها ضربه وارد کنه با کمک سیستم قاره و محدود کردن تجارت کشورهای اروپایی با انگلستان موجب ضعف اونها شد اما این حربه تاثیر چندان زیادی بر انگلستان که یک امپراتوری بزرگ بود نداشت با گذشت زمان دشمنان بناپارت از تاکتیک های جدیدی برای شکست ارتشش استفاده کردند در سال 1804 ارتش با شکست بزرگی روبرو شد چون سربازان فرانسوی در هایتی توسط یک جمعیت بومی به شدت مخالف بردهداری شکست خورده بودند نیروهای بومی هایتی برای از بین بردن ارتش فرانسه از تاکتیک های چریکی استفاده کردند بعد از شکست در این ماجرا بود که بناپارت لویزیانا رو به ایالات متحده فروخ و مبارزات نظامی خودش رو در قاره اروپا متمرکز کرد تاکتیک های سبک چریکی روش های جنگی جدیدی بودند که در سراسر اروپا بر علیه ارتش ناپل اون به کار گرفته می شدن. از این تاکتیک ها به صورت گسترده ای در سال 1808 برای شکست فرانسویا در اسپانیا استفاده شد. علیرغم تخریب روسای اسپانیایی، نیروهای اسپانیایی هرگز تسلیم نشدند و بناپارت مجبور شد صدها هزار سرباز رو در اسپانیا نگه داره. بناپارت شورش مداوم در اسپانیا رو زخم اسپانیایی خوند. تاکتیک های چریکی مشابهی در جنوب ایتالیا توسط افرادی که مخالف بناپارت بودند استفاده می شد که به نیروهای بناپارت ضربات زیادی رو وارد کرد. بدترین شکست بناپارت هنگامی رخ میده که در سال 1812 دست به حمله به روسیه میزنه ناپل اون با بیش از 400 هزار سرباز موفق به تصرف مسکو میشه اما این پیروزی کوتاه مدت بوده بخش اعظمی از شهر نابود میشه و بناپارت بعد از مدت کوتاهی مجبور به عقب نشینی میشه و مردان زیادی رو در حین عقب نشینی از روسیه و به دلیل سرمایه سخت زمستان آن موقع و در سوء تغذیه و بیماری و حملات چیریکی روسها از دست میده در سال 1803 جای ناپلئون عوض میشه ناپلئون که عادت به دفاع نداشت اکنون در خط دفاعی قرار گرفته بود و سربازان روسیه، انگلیس، اسپانیا، اتریش و پروس به تدریج به پیش می اومدن و به فرانسه نزدیک می شدن. و پیوسته نیروهای اون رو به عقب می‌روندن در سال 1814 میلادی سرانجام به فرانسه حمله می‌کنند و در ماه آوریل به پاریس می‌رسند و بناپارت رو مجبور به کناری گیری از امپراتوری می و اون رو به جزیرهای در دریای مدیترانه تبعید می کند. بناپارت در سال 1815 مجددا به فرانسه برمیگرده و قدرت رو بار دیگه به دست می گیره و در حدود 100 روز دیگه به فهمان روایی خودش ادامه میده تا اینکه شکست در نبرد واترلو پرونده جاه طلبی های اون رو برای همیشه میبنده این بار اون رو به جزیره دور افتاده به نام سنت هلن تبعید میکنند که به طوری که دیگه امکان بازگشتی براش وجود نداشته باشه اون در اونجا 6 سال باقی مانده از عمرش رو زیر نظر نگهبانان انگلیسی سپری میکنه و بعد در سن 51 سالگی و در سال 1821 در اثر سرطان معده میمیره این غروبی بود بر امپراتور بزرگی که روزگاری رو از توبخونه شروع کرد و پرچمدار اروپا شد ولی به خاطر جاه طلبیهاش شکست خورد خب دوستان عزیز امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه اگه اطلاعات بیشتری دارید حتما داخل کامنت ها بنویسید چون من کامنت ها رو میخونم و با افتخار به اونها جواب میدم اگه ویدیو هم براتون مفید بود حتما لایکش کنید و کانالم سابسکرایب کنید مرسی ممنون و خداحافظ